جولیان آسانج، بنیانگذار ویکیلیکس، دو روز پیش بر روی وبسایت ویکیلیکس خبر انتشار بیش از 500 هزار پیام رد و بدل شده دستگاه دیپلماسی آمریکا در سال 1979 میلادی را اعلام کرد. آسانج در یادداشت خود نوشت: اگر در دوران معاصر سالی به عنوان سال صفر یا سال مبدأ نامگذاری شود، قطعاً باید سال 1979 باشد. سال سرنوشت سازی که در آن انقلاب ایران، شورش در عربستان سعودی، قرارداد کمپ دیوید، اشغال افغانستان توسط شوروی، به روی کار آمدن صدام حسین در عراق و رخدادهای مهم دیگر مسیر سرنوشت خاورمیانه و روابط منطقه با غرب را برای همیشه تغییر داد. از جمله اسناد جدیدی که از سال 1979 منتشر شده، مکالمات و دیدارهای انقلابیون ایران با مقامات آمریکایی هستند. در یکی از اسناد منتشر شده، ابراهیم یزدی در پاریس یک پیام شخصی از سوی آیت الله خمینی را با یک مقام آمریکایی به نام زیمرمن در میان می‌گذارد. خمینی در این پیام می‌گوید قادر خواهد بود مردم را آرام کند و تضمین می‌کند که به آمریکایی‌ها آسیبی وارد نخواهد شد. او میگوید که مردم به فرمان من گوش میکنند و با فرمان من آرامش به ایران باز خواهد گشت. و وقتی دولت موقت را اعلام کند، ابهاماتی که برای آمریکایی‌ها پیش آمده برطرف خواهند شد و ادامه میدهد و شما خواهید دید که ما هیچ دشمنی با آمریکایی‌ها، تکرار میکنم، هیچ دشمنی با آمریکایی‌ها نداریم و شما خواهید دید که جمهوری اسلامی بر مبنای مکتب اسلام و قوانین آن یک نظام انسانی برای صلح و آرامش همه بشریت خواهد بود. طبق این اسناد جدید، آمریکایی‌ها همچنین یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به واسطه مهدی روغنی با آیت الله بهشتی در خانه‌اش در تهران ملاقات می‌کنند. بهشتی در این ملاقات ضمن اشاره به میتینگی که دو ماه پیشتر با یک مقام دیگر آمریکایی داشته و تعریف و تمجید از آن مقام آمریکایی در رابطه با درک سریع‌تر او از جنبش اسلامی نسبت به دیگر همکارانش، توضیحاتی درباره آینده انقلاب و اینکه انقلاب به کجا می رود را برای آمریکایی‌ها تشریح می کند. بهشتی می گوید سعی بر این داشته که برای مردم ایران تفهیم کند که مشکلاتشان در گذشته نباید به گردن نفوذ بیگانگان گذاشته شود، بلکه برآمده از خودشان است. در این ملاقات بهشتی وعده می دهد که در مورد امنیت سفارت آمریکا و کارمندان آن با خمینی صحبت کند. در پایان این سند، جمع‌بندی مقامات آمریکایی از بهشتی گزارش می شود. آنها بهشتی را مردی تنومند با ریشی انبوه دارای یک ذهن زیرک که آنها را به یاد اسقف ماکاریوس، اولین رئیس جمهور قبرس می اندازد، توصیف می کند که برخلاف ملاهای دیگر از موضوعی به موضوعی دیگر نمی پرد و قادر است در این حالی که با طرف مقابل جدل می کند لبخند بزند. بیشک انبوه مدارک جدیدی که توسط ویکیلیکس منتشر شده، منابع جدیدی در اختیار محققان تاریخ برای مطالعه رخدادهای سال مهم و سرنوشت ساز 1979 میلادی قرار خواهد داد.